به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دانش آموزان عزیز دو تا دیگه از قده های مهم بدن قده فوق کلیه و قده لوزول معده هستن قده فوق کلیه تو شرایط تنش و بحرانی هورمون های ترشا میکنه و بدن رو به اون شرایط آماده میکنه قده لوزول هم نقش داره در حفظ قند خون حفظ همیستایی قند خون حالا قند خون کم بشه زیاد بشه هورمون های ترشا میکنه که قند خون رو ثابت نگه داره علاوه بر این اختلال در ترشح همون انسولین هم منجر یک بیماری خطرناکی تحت عنوان دیابت شیری میشه که ایشالله توی این ویدیو در رابطه با اینا صحبت خواهیم کرد قده فوق کلیه قده فوق کلیه از اسمشون مشخصه دیگه روی کلیه هستن ما دوتا کلیه داریم دوتا هم قده فوق کلیه داریم که هر روی یه دونه از کلیه قرار گرفتن و از دو بخش قشی و مرکزی زیست دهم هم, هم که توی فصل پنجم در رابطه با کلیه میخونی، تو بروش طولی کلیه میگفت که دو تا بخش یه بخش قشی یه بخش مرکزی حالا قده های فوق کلیه هم خودشون باز دو تا بخش دارن بخش قشی و مرکزی البته یه تفاوتی که اینجا هست بخش قشی و مرکزی توی قده فوق کلیه از همدیگه دیگه مستقلن هیچ ربطی به هم دیگه هیچ ارتباطی هیچ وابستگی به هم ندارن مستقل از هم هستن و حالا توی ساختار کلیه تو برش طولی خود اندام کلیه اون بخش قشری و مرکزیش قطعا به همدیگه وابسته بودن این حالا توی ساختار از هم دیگه جدا شده ولی از لحاظ عمل کرد به همدیگه وابسته بودن من اینم نمودارش را کردم بیایم روی نمودار بعد بریم سراغ متن کتاب محل بر روی کلیه ها تعداد دو در ساختار بخش مرکزی بخش قشری هر کدوم از این بخش ها دو تا هورمون ترشح میکنن هورمون هاشون هم بسته به شرایط تنش و میزان و شدت تنش داره ما توی شرایط تنش از زیست همین یازده فصل اول اگر خاطرتون باشه میگفتیم مثلا اصاب سمپاتیک پاراسمپاتیک سمپاتیک ها تو حالت های هیجانی مثلا تو انگام مثلا یه مسابقه ورزشی شما دایی شرکت میکنین بعدا توی حالت تنش و هیجان قرار میگیره مثلا بخش سمپاتیک وارد کار میشد اونجا مثلا ضربان قلب رو زیاد میکرد فشار خون رو زیاد میکرد مثلا خون رو می فساد به سمت ماهیچه ها اینا اون یک سطح و اصلا یک لول از شرایط تنش و هیجان و بحران بود یه سطح بالاترش میاد بخش مرکزی بخش مرکزی ما هم تو شرایط تنش ولی حالا خب تنش یه مقدار طولانی تر جدی تر و حالا شدیدتر مثلا نسبت به اون تنشی که تو حالت سمپاتیک ایجاد میشه به وجود میاد بخش مرکزی ساختار عصبی داره هورمونایی که ترشح میکنه تو شرایط تنش هستن هورمونهاش اپینفین و نور اپینفرین بخش مرکزی دو تا هورمون ترشح میکنه اپینفین و نور اپینفرین که این هورمون ها هر دوتاشون باعث افزایش ضربان قلب افزایش فشار خون افزایش قند خون و باز کردن نایجک ها باز اینو از دیست دهم باید به خاطر بیایید نایجک ساختهایی بود که دیگه قضروف نداشت ما دوله تنفسیمون اینجا نایی بود بعد میشد نایجای اصلی بعد حالا انشابات بعدی نایجه و اینا بود اون قسمتی که قضروف دیگه نداشت بهش میگفتیم نایجک بعد همونجا گفته بود نایجک ها به دلیل نداشتن قضوف میتونن تنگ و گشاد بشن میتونن مقدار هوای وودی و تا حدودی تنظیم کنن تو شرایط تنش که زربان قلب میه بالا فشار خون میه بالا قندم میره بالا برای اینکه این فرایند تکمیل بشه ما به اکسیژن هم نیاز داریم قند خون که میه بالا خب قند و یاخته میخواد چیکارش کنه میخواد بسوزنتش به سوزوندنش نیاز به چی داره اودو داره پس نایژک ها هم باز میشن مقدار هوای ورودی بیشتر بشه اکسیژن بیشتری یعنی هم وارد جریان خون و در نهایت به یاخته برسه که خب انرژی در سه بدن بیشتر بشه و حالا اون شرایط بحرانی و هیجانی و مثل شرایطی که مثلا تیمایی که قرمز میپوشن مثلا همیشه بحرانن مثلا بگذرونه بخش قشری بخش قشی هم دو تا هورمون تا البته هورموناش دو تا بیشترن دو تا هورمون اصلی تر حالا نسبت به اونا ترش میکنه یکی کورتیزول یکی آلدوسترون اینم بخش قشی هم تو شرایط تنشه ولی خب این تنش یه مقدار دیگه خیلی شدیدتر و طولانی تر. اینجا دیگه مثال خوبی کتاب نزده ایشالله که هیچ ایش وقت داغ نبینید ولی مثلا گفته تو شرایط تنش مثل غم از دست دادن نزدیکان خدایی نکرده از بستگان درجه یک اگر کسی فوت بکنه خب اون شرایط تنش یه تنش دراز مدت یه دیگه مثلا چند روز حالا اگر طولانی تر نشه درگیر بدن از لحاظ روحی روانی جسمی همه اینا درگیر هستن یه شرایط تنش شدیدی ایجاد شده برای بدن دیگه یعنی تنش های خیلی سطحی سمپاتیک یه مقدار شدیدتر بخش مرکزی دیگه خیلی شدیدتر میاد تج... بخش قشری قده فوق کلیه هرموناش کورتیزول و آلدوسترون هستن کورتیزول باز افزایش گلوکوز خونا یه شهی به همون اپینفین و نور اپینفین. افزایش گلوکوز خونا و ما تو اپینفین و نور هم داشتیم تضعیف دستگاه ایمنی یکی از اثرات کورتیزول تضعیف دستگاه ایمنی خواهی نکرده کسی زیاد تحت تنش باشه مثل اون بحث غم از دست نزدیکان دیگه برای مدتی خودش هم مریض میشه یعنی دستگاه ایمنی به واسطه اینکه این کورتیزول به صورت مداوم توی ترشو بوده و حالا اثرش داشته دستگاه ایمنیش هم چیکار کرده تضعیف کرده آلدوسون فشار خون رو بالا میاره باز شبیه به نقش اپینفین و نورفین نور که اینجا هم با افزایش فشار خون رو داشتیم اما آلدوسترون چجوری فشار خون رو میبره بالا از طریق بازجذب سدیم و آب آلدوسترون رو باز اگر خاطرتون باشه توی زیست دهم ده هم داشتیم توی فصل پنجم زیست دهم ده اونجا بحث سر آب بود بس توی تنظیم آب بود اول میگفت هورمون ضد ادایی از این نهنج و اینا میاد بعد میگفت یه مکانیسم دیگه ایده حالا گر خونا به بالا تو کلیه چه نه فشار خون به بالا رنین ترش میشه رنین میاد تاثیر میذاره بر فوق کلیه فوق کلیه آلدوسترون رو میکنه آلدوسترون سودیومو بازجذب باز میکنه سدیم که باز بشه آبم باز میشه در نتیجه حالا اون کم بود آب بدن جبران میشه اون ترش آلدوسترون که از همین فوق کلیه صورت میگیره دیگه رابطه به شرایط تنش و بحران و چه میدونم هیجان و این چیزا نداره ولی این آلدوسترونی که ما اینجا ازش داریم صحبت میکنیم بحث ما سر شرایط یعنی مقدار آب بدن هم طبیعیه ما کم بوده آب توی بدن نداریم ولی آلدوسترون ترشح شده چرا چون میخواد فشار خون رو ببره بالا باز همون اثر خودش با جذب سدیم و همراه آب منجر به افزایش فشار خون میشه و حالا بدن برای شرایط تنش و هیجانی اصطلاحا چی میشه آماده میشه حالا بریم سراغ متن کتاب متن و کتاب بخش مرکزی ساختار عصبی دارد وقتی فرد در شرایط تنش قرار میگیرد، این بخش دو هورمون به نام های اپینفین و نور اپینفین ترشو می کند این هورمون ها ضربان قلب فشار خون و گلوکوز خون ها به افزایش می دهند و نایجک ها و درشوش ها باز می کنند چنین تغییراتی بدن را برای پاسخ های کوتاه مدت مثلا در حدی که مثلا دربی و باختان مثلا چند ساعت ناراحت پنالتی هم بوده دیگه برای پاسخ های کوتاه مدت چیکار می کند؟ آماده می کند. اما بخش قشی به تنش های طولانی مدت بخش قشی به تنش های طولانی مدت مثل غم از دست دادن نزدیکان با ترشوه کورتیزول پاسخ دیرپا می دهد تفاوت حالا قبلا توی کتابتون خیلی مفصل در رابطه با تفاوت اثر مثلا پیام اثری با اثر مثلا هورمون صحبت می کرد که اینا اثرشون طولانی مدت تره شرایط تنش مثلا حالا سمپاتیک پا سمپاتیک من حالا توی فصل اول مثالش رو زنم سایه کلاس هستی؟ موت بلنده یه لحظه مواوه میاد سایه کلاس برم سعی از کلاس میه بیرون شما یه لحظه تو تنش خیلی سریع هم دوباره برمیگرده به حالت آرامش ورودت به شرایط تنش و بازگشت به حالت آرامش خیلی سریع اتفاق میافته. اما زمانی که مثلا آلدوسترون و کورتیزول و چه اپینفین و نو اپینفین میان آروم آروم یعنی شما ورودت به اون شرایط تنش یه مقدار آهسته تر بوده خروج دم از اون شرایط تنش زمان بره این نیست که خیلی سریع مثلا یو از لحاظ شرایط برهانی هیجانی خارج بشه و بعدن برگرده به شرایط عادی پاسخش دیرپاتر این هورمون گلوکوز خونا به افزایش میدهد اگر تنش به مدت زیادی ادامه یابد کورتیزول دستگاه ایمنی را تضعیف می کند هرمون دیگر هرمون دیگر بخش قشری آلدوسترون است که با جذب سدیم از کلی افزایش میدهد به دنبال با جذب سدیم آب هم بازجذب می شود در نتیجه فشار و خون بالا می بخش قشری حالا من اونجا اون نمودم نوشته بودم بخش قشری دو جنسی هم ترشح میکنه جنسی چی هستن استروژن پروژسترون تستوسترون اینا هورمون جنسی هستن یعنی درسته که تستوسترون هورمون مردونه است اما توی خانوم هم هست استروژن و پروژسترون درسته که از تختان محل اصلی ترشحشون از تختانه ولی توی آقایون هم هست چرا چون از بخش قشری فوق کلیه ترشح میشه یعنی هم آقایون هم خانوما بخش قشی فوق کلیه رو دارن و بخش قشی فوق کلیه هرمون های جنسی زنانه و مردانه را در هر دو جنس نیست توشو میکنن قده بعدی لوزول است باز یکی دیگه از قده های مهم می لوزالمده لو مده خدا خیلی بده زیست دهم ده و همه چیزایی که در اینجا میخونیم قبلا هم خوندیم تا حدودی باز توی زیست دهم ده خوندید قده لزومده دو تا قسمته. اونی که تو زیست دهان خوندید قسمت برونیزش بود. اینی که امسال میخواید بخونید قسمت درونویزش. تفاوت قسمت برونیز و درونیز چی بود؟ برونویز ترشیحات خودش رو از طریق مجراهایی میفسد به درون سطح یا هفراهایی بدن اینا آشش حالا مثلا این مجرای لزومده. این مجرا تشعات یاختای درونیز وارد این مجرا میشه این مجرا میاد این تشعات رو تخلیه میکنه حالا به درون این حفره بعد همین این شر ابتدایی بوده باریک برون درون ریز این کار برون ریز بود فکر کنم اشتباه گفتم برون ریز میاد وارد این مجرا میکنه درون ریز رو وارد خون میکنه باز حالا بریم سراغ نمودار بعد بریم سراغ متن کتاب میده ساختار بخش برونیز برونیز ترشه بیکربنات و آنزیم های گوارش بیکربنات سودیوم میفرستاد که فضای اون کیموس از خاصیت اسیدی کیموس از بین ببره فضای اون روده باری کم قلیایی بکنه که آنزیماش فعال بشن قوی ترین آنزیم های گوارشی هم ترشه میکرد پروتاز داشت آمیلاز داشت میدونم کربویداز دیپاز همه این انواع داشت که حالا اینو توی دهم ده خوندی بخش درونیز مجموعی از یاخته های هستن که در بین برونیز هن. شبیه جزیره شدن جزایه لانگر هانز جزایه لانگر تقریبا منظور به اون تعداد یاخته که به صورت جزیره جزیره لابلای بخش برونیز قرار گرفتن هرمون هایی که می میکنه گلوکاگون و انسولینه دو تا هرمون از بخش درونیز لوزون مده میشه گلوکاگون میاد گلیکوژن ها رو میشکنه و گلوکوزا رو آزاد میکنه قند ذخیره ای توی بدن جانوران چه گلیکوژن که توی کبد و ماهیچه و اینا ذخیره شده حالا اگر قند خون کم باشه گلوکاگون از لوزول میاد میه به اون یاخته ها میگه آقا این گلیکوژنتون رو بشکنید گلوکوز هایی که به هم دیگه زنجیه واسکرید پلیسا کاریدش کردید دونه دونه این گلوکوزا رو آزاد میکنه گلوکوز وارد خون میشه و حالا در اختیار یاخته قرار میگیره مقدار قند خون از اون که کم شده بود برمیگرده به حالت آدیشنی یعنی منجر به افزایش قند خون میشه در پاسخ به کاهش قند خون ترشح میشه و منجر به افزایش قند خون انسولین دقیقا برعکس انسولین زمانی ترشح میشه که قند خون زیاد هست مقدار قندی که توی خون بدن ما هست زیاد هست و میره باعث میشه که های بدن این قند خون رو جذب کنن حالا محدودم محصور و محدودم به یک یاخته مثلا کبد یا مایچه نیست حالا این هم تا حدودی مثل قده تیروید رو حالا همه یا اکثر های بدن گیرنده داره زمانی که قند خون زیاد باشه انسولین میره به ها میگه که این قند رو جذب کنن وارد یاخته کنن در نتیجه مقدار قند خون کاهش پیدا کنه یه بحث خیلی مهم داره این قسمت که در موردش مفصلتر تر صحبت میکنیم بحث اختلال در ترشوش و بیماری دیابت شیرین هست که حالا در مورد این صحبت میکنیم این قسمت رو بیم از روی متن کتاب بخونیم بعد بیم در رابطه با دیابت صحبت بکنیم این شکلم این شکل این شکل هم توی زیست دهم داشتید حالا مقایسه حواستون باشه توی دستگاه گوارش هم ما تقریبا همین قسمت رو حالا همراه با شکل کبد داشتیم یه تفاوت هایی هم وجود داره بین حالا ساختاری که اینجا در رابطه با مجره صفا کشیده با اون ساختاری که در با مجره صفا توی زیست دهامتون کشیده که اونو مبنا قرار بدید چون حالا این شکل میخواسته این فقط همین لوزور قرار بده خیلی بحثش روی این کیسه و اینا نبود بخش درونیز به صورت مجموعی از یاخته ها مثلا این یه تیکه این یه جزیره است چند تا از این جزایر این اطاف حالا تو این قسمت های مختلف قرار گرفتن که به اونا میگیم جزایر لانگر هانتز. از بخش درانویز لوزون دو هرمون به نام های گلوکاگون و انسالین ترشه میشن گلوکاگون در پاسخ به کاهش گلوکوز خون ترشه شده باعث تجزیه گولو... گلیکوژن به گلوکوز شود کاهش گلوکوز خون تجزیه گلیکوژن و حالا به این ترتیب افزایش قند خون انسولین در پاسخ به افزایش گلوکوز خون ترشو و باعث ورود گلوکوز به یاختها می شود و به این ترتیب قند خون را کاهش می دهد این تا اینجا تا به این در رابطه با دیابت صحبت کنیم دیابت دیابت یه بیماریه که علائمش افزایش حجم ادرار همزمان با افزایش احساس تشنگیه یعنی از یه طرف طرف هی تشنش میشه هی آب میخوره از اون طرف هی حجم ادرار زیاد میشه هی میاد دستوری آب اضافی بدنش رو دفع کنه دیابت دو نوعه یه نوعش رو پارسا خوندیم یه دیابت بیمزه داریم که پارسا خوندیم یه دیابت دیابت شیرین داریم که الان میخوایم در بخونیم دیابت بیمزه علتش اختلال در ترشح هورمون ضد اداری بود هورمون ضد اداری ترشح نمیشد اینکه هورمون ضد اداری نمی شد کلیه از وضعیت آب بدن خبردار نمیشد در نتیجه آب و طبق روال عادیش مثلا دفع میکرد میرفت در حالی که مثلا تو بدن ما آب کم هست گیندهای اسموزی تحریک شدن ما احساس تشتگی داریم ولی از اون طرف کلیه از این فرایند بیخبره ده آب, آب بدن رو هی دفع میکنه دقیقا همین شرایطی که اینجا افزایش حد ادار با به افزایش احساس تشنگی این دیگه رفتی به قند و این چیزا نده اختلال در ترشوی هورمون زده اتاری به این میگن بیمزه چون به این میگن شیرین حالا تفاوت بیمزه و شیرین الان جلوتر تمیگه دیابت شیرین چیه؟ اختلال در ترشوه یا عملکرد هورمون انسولین یا ترشو نمیشه یا ترشو میشه ولی خب کارایی نداره عمل کرد نداره این هورمون ضد داری این هورمون انسالی پس هر دو تاشون وابسته به هورمون ها بیمزه و شیرین هر دو تاشون وابسته به اونه. این هورمون ضد داری این یکی هورمون انسالی خب دیابت شیوین عوارضش چیه حالا در مورد انواعش میگیم عدم ورود گلوکوز خون به درون یاخته شما قند میخوری کیلو انقدر حالا دیگه نمیگن قیمت قیمتا لحظه ایه دیگه این قند حالا کلا غذایی که میخوری وارد بدنت میشه میده و روده و دهان و همه اینا زحمت میکشن اینو هضم میکنن جذب وارد خون شما بشه این قند که وارد خون شد میخواد به تو خون که کنه میخواد به به تکرکه یاخته دیگه یاخت ها اکسیژن بهشون برسه خونم بهشون برسه ATP تولید کنه ولی این گلوکوزه توی خون وارد یاخت نمیشه گلوکوزی که توی خون هست قندی که داخل خون هست وارد یاخته نمیشه دو تا اتفاق میافته. یک قند توی خون مقدارش دیگه خیلی میره بالا افزایش قند خون قند خون چی میشه زیاد میشه قند خون که زیاد بشه کلیه هر چقدر هم زور بزنه نمیتونه همه این قند رو بازجذب کنه. در نتیجه قند از طریق ادرار دفع میشه. خون ماهی به صورت پیوسته وارد کلیه میشه که تصفیه بشه دیگه تو شرایط نرمال و طبیعی گلوکوز و آمینو اسید ها همه به صورت کامل بازجذب میشن. ولی اینجا چون قند وارد یاخته نشده نشده توی خون باقی مونده. این مقدار قند توی خون زیاد هست. دیگه از طریق ادرار دفع میشه قندم که ما نمیتونیم به سطح حب دفع کنیم که ها این همراه با آب دفع میشه قند چون توی خون هست و میخواد دفع نیاز به آبم داره پس همراه قند آبم هم دفع میشه همون قضیه افزایش حجم ادرار و افزایش احساس تشنگی چون آب بدن هم داره دفع میشه چون قند دفع آبم آب هم دفت میشه توی ادرار قند وجود داره به خاطر ادرار شیرینه یارو بیشتر توضیح ندم ادار شیرینه چون توی ادرا قند وجوده پس به این میگن دیابت شیرین به اون یکیه که به خاطر اختلال در حمون ضد ادرایی بود میگفتن دیابت بیمزه خب پس یکی از عوارض عدم ورود گلوکوز خون به درون یاخته اینی که قند خون زیاد میشه قند از طریق ادرار دفت میشه ادرار شیرین میشه آبم هم دفت میشه اما یه آرزه جانبی دیگه ای که داره اینه که خب یاخت ها قند رو میخواستن باش ATP تولید کنن دیگه حالا این قند وارد یاخته نمیشه خب یاخته یا باید بمیره که خب خدا نکنه یا اینه که باید از یه راه دیگه ای این انرژی رو تأمین کنه اون راه دیگه چیه؟ تجزیه پروتئین یا چربیه انرژی در دسترس یاخت ها بیشتر از قند تأمین میشه یعنی اولین منبعی که باهاش ATP تعمین میکنن قنده حالا که قنده اختیاری یاختنی دیگه مجبوره میفهمید مجبوره بیاد از چی استفاده کنه یا از پروتئین استفاده کنه یا از چربی اگر از پروتئین استفاده کنه مقاومت بدن کم میشه اگر از پروتئین ها استفاده کنه که استفاده هم میکنه مقاومت بدن کم میشه به خاطر همین که دیابت دارن سیستم ایمنی بدنشون ضعیف تره اینا خیلی بیشتر باید مراقبت کنن حالا بهداشت رعایت کنن چه میدونم شرایط ایمنیشون خیلی شدیدتر کنترل باشن چون اگر دچارش بشن مقاومت بدنشون چیه ضعیف شده اگر از چربی استفاده کنه خب اولا که کاهش وزن پیدا میکنه چربیا بافت ذخیره انرژی بدن بودن دو من سوزوندن قند خیلی خوب CO2 تولید میکنه اما سوزوندن چربی محصولات اسیدی تولید میکنه سوزوندن قند CO2 تولید میکرد ولی سوزوندن چربی محصولات اسیدی تولید میکنه این محصولات اسیدی اگر مقدارشون زیاد بشه در درجه اول منجر به اغما و خدای نکرده در نهایت منجر به مرگ میشه به خاطر تجمع محصولات اسیدی توی بدن خب دیابت شیرین دو نوعه دیابت شیرین ما دو نوع دیابت داریم دیابت نوع یک دیابت نوع دو دیابت نوع یک حالا میگه خودیمنی من میگم خود درگیری بدن دوباره خود درگیری پیدا کرده دیگه ام هم خونده بودی دیگه یه تو میاد ام اس هم یاختای ایمنی بدن یه گی میدارن به یاختای پشتیبان میگفتن شما بیگانید. اید الا که ما باید شما از بین ببریم حالا اون زمان بس ها هرچی میگفتن آقا ما خودیم میگفتن نه شما غیر خودی از بین میفتن ام اس میگرفته اینجا هم باز خدایی نکرده باز بدن دچار خود درگیری میشه میاد گیر میده به یاخته تولید کننده انسولین تو جزیره لانگرهانس حالا این همه یاخته تو بدن یو گیر داده به اینا میگه میگه که آقا شما بیگانید من باید شما از بین میبرم از بالا دستور دارن مامورم و معذور هیچی یاخته های تولید کننده انسولین از بین میرن در نتیجه انسولین یا دیگه اصلا ترشح نمیشه یا اگر ترشح بشه خیلی کم ترشح میشه خداشکر تا یه حدودی ان پیشرفت کرده و حالا الان دیابت نوع یک ما میتونیم با تزریق انسولین و حالا روش های جندرمانی و اینا هم هست میتونیم با حدودی کنترلش کنیم حالا خیلی هم چیز خطرناک و کشنده ای نیست این حالا اولا که خیلی گرفتن یا نگرفتنش در اختیار ما نیست اجباره حالا خدای نکرده تو بدن یه نفر همچین اختلالی به وجود میاد خدایش همه بیماران رو شفا بده ولی خب حالا به وجود میتونیم حالا این کاری که یاخته لانگر هاست انجام نمیدن یاخته ترشو کننده انسولین لانگر انجام نمیدن ما خودمون به صورت مصنوعی انسولین رو چیکار کنیم تزریق کنیم دیابت نوع دو دیگه ربطی به تولید انسولین نداره انسولین یه هورمون بود بعد میفت یاخته هدفش گیرنده داشته باشه دیگه گیرنده های انسولین پاسخ نمیدن حالا گیرنده انسولین کجاست همه یاخته‌های بدن تقریبا اکثر یاخته‌های بدن ما که نمیتونیم بیایم تک تک یاختای بدن مثلا گیرندش رو بذاریم و قرار بدیم پس خیلی درمان قطعی نداره الا اینکه مراد کنیم اتفاقا این بیماری اختیاریه اگر دیابت نوع یک اجباری بود یعنی در اختیار ما نبود که بگیریم یا نگیریم و حالا معمولا هم تو سین کمتر از 20 سالگی دوشاوش میشن دیابت نوع دو دیگه در اختیار خودمونه که ما بگیریم یا نگیریم حدودا 40 سالگی به بعد شما چهل سال وقت داری که سبک زندگی رژیم غذایی عادات و اینا و یه روشی یه منشی براش داشته باشی درست باشه اصولی باشه تو سین چهل سالگی پنجاه سالگی زندگی ساله خواهید داشت اگر خدایی نکرده نه تو این دوران جوانی تو نوجوانی، جوانی و اینا خیلی اصولی یا رایت نکنی و سبک زندگی و رژیم غذایی مناسب نباشه بعدا عوارزش تو پیری تو میان سالگی و حالا کهن سالگی میاد سراغت چاقی عدم تحرک در افرادی که زمینه بیماری دارن که کلا همش صبح تا شب بخوری و بخوابی قرار نیست که تا آخر اون باشه بعدش دیگه حالا اگر نمیدونم اطرافیانتون بودن حالا چون معمونه حالا بیماری تا حدودی شایعی هم هست دیگه اینا لب به قرن نمیتونن بزنن به شدت زندگیشون و مخصوصا رژیم غذاییشون محدود و محصول میشه و سخت میشه همش باید کنترل کنن چی قند داره چی نداره چی خوردن چی نخوردن چقدر خوردن بخورن نخورن یه زندگی خیلی راحت و طبیعی نیست و خدای نکرده اگرم که اون عوارض قند اود بکنه که عوارض جانبیش حالا از کوری گرفته تا قطع دست و پا و اینا شب پا خیلی شرایط سختیه انشالله حالا تو همین سنین جوانی و نوجوانی تون سعی کنید رژیم غذاییتون سبک زندگیتون مناسب متعادل باشه حالا هم در مورد این بیماری هم در مورد سایه بیماری یا تو سین بزرگسالی انشالله هیچ ای وقت دچارش نشید